سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم. با آموزش ترانزیشن هندی سیمیلس مختص به نرم افزار پریمیر 2018 در خدمتون هستم. یک توضیح لازمه که قبلش خدمتون بدم تا بعد با این ترانزیشن و نحوه کار کرده اون آشنا بشیم. یک سری از ترانزیشن هایی که ما ازشون استفاده میکنیم به صورت نسبی هستن. به عنوان مثال در ترانزیشن های پریمیر همونطور که میبینید من پلاگین پرودت رو نصب کردم یا ترانزیشن های فیلم ایمپکت رو نصب کردم. شما وقتی که یک پلاگین و یک ترانزیشن رو نصب میکنید برای همیشه روی نرم افزار شما وجود خواهد داشت. یعنی شما هر زمان که پریمیر رو ببندید مجدد باز بکنید در لیست پلاگین و افکت هاتون پرودت یا سایر پلاگین های مشابه این رو که نصب کردید رو دارید. یک سری دیگه از ترانزیشن هایی که ازش استفاده میکنیم مثل این کسرا vfx.com ترانزیشن هایی هستن که در دستبندی های مختلف در پانل افکت شما ایمپورت میشن. یعنی شما کلیک راست میکنید گزینه ایمپورت رو میزنید و یک سری از ترانزیشن ها یا هر چیز دیگر رو به صورت یک پریست به نرم افزار خودتون اضافه میکنید. در این شرایط هم مجدد هر بار که شما نرم افزار پریمیر رو باز بکنید در لیست پریست هاتون این پریست های ایمپورت شده وجود خواهد داشت. در نرم افزار افتر افکت پلاگین هندی سیمیلس همونطور که می‌بینید به صورت یک اسکریپت هستش. وقتی که مراحل نصب و راه اندازی اون رو که انجام بدید هر بار که نرم افزار افتر افکت رو باز بکنید ترانزیشن های هندی در یک پالت مجزا در اختیار شما قرار میگیره و میتونید ازش استفاده بکنید. دوستان آموزش ترانزیشن هندی در نرم افزار افتر افکت رو درون سایت در قسمت آموزش های رایگان اگر وارد بشن آموزش شماره 16 ترانزیشن های هندی برای نرم افزار افتر افکت رو به صورت کامل آموزش دیم و گفتیم که چطور میتونید از پریمیر به افتر افکت هم لینک بشید. اما ترانزیشنی که ما الان میخواییم باش کار بکنیم ترانزیشن هندی هستش مختص نرم افزار پریمیر که کمی در واقع نحوه استفاده و ایمپورت کردن اون داخل نرم افزار پریمیر متفاوت از روش هایی هستش که براتون الان توضیح دادم. میخوایم ببینیم که به چه صورت میتونیم از این پک ترانزیشن استفاده بکنیم. بعد از اینکه ترانزیشن هندی پریمیر رو تهیه کردید کلیک راست در قسمت وینرار اون رو استرکت بکنید تا این پوشه رو بهش دست پیدا بکنید. از اون یک کپی بگیرید. پیشنهاد میکنم وارد درایو سی بشید در قسمت پروگرام فایل در قسمت ادوبی پریمیر 2018 وارد پوشه پریست ها بشید و این ترانزیشن رو در این قسمت پیست بکنید. دلیلش رو خدمتتون توضیح میدم. ببینید دوستان این الان ترانزیشنی هستش که ما الان در اختیار داریم. یه توضیح بدم خدمتتون این ترانزیشن به صورت یک فایل نسبی و یا به صورت یک ترانزیشنی که ایمپورت بشه نیست، بلکه به صورت پروژه محور طراحی و تولید شده. یک فایل به اسم فوتج داره، در این قسمت افکت های صوتی رو برای شما قرار داده، یعنی که شما اگر از یک جلوه استفاده بکنید همزمان این جلوه صوتی هم زیر اون ترانزیشن قرار خواهد گرفت. یک سری از فوتج ها هم برای این کار استفاده شده به عنوان مثال به این شکل. ببینید دوستان این جلوه هایی که اینجا به صورت فایل های ویدیویی قرار داده شده قابلیت طراحی و اجرا در خود پریمیر هم اکثرش داره، اما چون باعث میشه که رندر کار و در واقع دیدن ریل تایم اون سنگین بشه طراحان و سازندگان هندی اومدن تمامی اینها رو به صورت فایل اموی خروجی گرفتن و وقتی که شما ترانزیشن رو روی فیلم خودتون قرار میدید این در واقع فیلم ها روی فیلم اصلی شما قرار میگیره، یه سری از افکت های دیگه باهاش ترکیب میشه و در مجموع یک جلوه زیبا رو برای شما تشکیل میده که البته یک سری از ترانزیشن ها هم که استفاده میکنید از این جلوه ویدیو استفاده نشده و تماما داخل خود نرم افزار طراحی شده. این تا به اینجای کار. یک سری دستبندی داره در رزولوشن های مختلف که میتونید اونها رو ببینید، ابعاد مختلف، اما رزولوشن رایجی که اکثر تدوینگران دارن ازش استفاده میکنن رزولوشن 1920 در 1080 هستش. یعنی ما با باقی کار نداریم، فقط با این یک مورد کار داریم. اما ببینیم که شیوه کار به چه شکل هستش. ببینید دوستان شما وقتی که وارد نرم افزار پریمیر میشید در پانل افکتتون ترانزیشن هندی قرار نیست نصب بشه که اینجا اضافه بشه، به صورت پریست هم قرار نیست ایمپورت بشه. پس در واقع ما با تب افکت هیچ کاری نداریم. شما باید بیاید وارد پانل پروژکت بشید، پانلی که در واقع عکس و فیلم و ویدیو و موزیکای خودتون رو وارد میکنید که اونها رو مدیریت و ادیت بکنید.
شما هر بار که نرم افزار پریمیر رو باز میکنید که یک کار نوعی رو شروع بکنید، اگر میخواهید از ترانزیشن های هندی استفاده بکنید، باید ترانزیشن های هندی رو درون همون پروژه ایمپورت بکنید، چون دقیقا مثل یک فایل ویدیویی ایمپورت میشه. به چه شکل؟ وارد مسیری میشید که ترانزیشن هندی رو وارد کردیم، پوشه پریست های افتر افکت 2018 و این فایل فول اچ دی 1920x1080 رو وارد پروژهتون بکنید. تیک گزینه بالا رو بزنید که در واقع تمامی محتویاتش وارد بشه. در این قسمت هم تیک مجدد گزینه بالا رو بزنید که تمامی محتویات درون یک فولدر جدید قرار بگیره. اوکی رو میزنم. منتظر میمونید تا مراحل ایمپورت به اتمام برسه. خب دوستان، کار ایمپورت به اتمام رسید. دوستان عزیز، فقط به این نکته هم توجه داشته باشید، شما وقتی که ترانزیشن هندی رو دارید ایمپورت میکنید، همراه اون تمامی فوتج هایی هم که داخلش کار شده داره ایمپورت میشه. به عنوان مثال وقتی که وارد فلر ها بشیم، همونطور که میبینید یه سری فوتج و صدا هم همراه این ترانزیشن داره ایمپورت میشه. همونطور که میبینید در بعضی از مواقع امکان داره که با این پیغام های فایل های آفلاین مواجه بشید. برای اینکه فایل آفلاین موقع ایمپورت شدن رو نداشته باشید، دو تا راه دارید. یک راه این هستش که روی این پوشه کلیک راست بکنید، گزینه لینک مدیا رو بزنید و برید وارد آدرس پریست بشید. دکمه لوکیت رو بزنید. در درایو سی، پروگرام فایل ادوبی پریمیر 2018 پریست، پوشه هندی رو انتخاب بکنید و دکمه سرچ رو بزنید. به صورت خودکار یکی از فایل آفلاین رو پیدا میکنه. هر کدوم رو که پیدا کرد، کافیه که روش دابل کلیک بکنید. تمامی فایل های آفلاین رو به صورت خودکار از آدرسی که بهش دید شناسایی میکنه. حالا اگر وارد بشیم در همون مسیر، همونطور که میبینید دیگه فایل آفلاین نیست و همه رو شناسایی کرد. دموها، متریالی که کار شده و صداها. یک راه دیگه هم این هستش. موقعی که میخواید در واقع این ترانزیشن رو ایمپورت بکنید، وقتی که اون پروژه رو انتخاب کرد، در این قسمت علاوه بر اینکه این تیک رو فعال میکنید تا ترانزیشن شما درون یک پوشه قرار بگیره، این تیک رو هم فعال بکنید تا که دیگه فایل آفلاین نداشته باشید. دکمه اوکی رو میزنم. حالا این پوشه‌ای که وارد شده دیگه فایل آفلاین نداره. اما در هر صورت اگر هم فایل آفلاین داشتید، از لینک مدیا میتونید استفاده کنید. بهترین راه ممکن هم که وجود داره این هستش که وقتی که ترانزیشن خودتون رو در پوشه پریست ها کپی کردید، این ترانزیشن فولشی رو که میخواید باش کار بکنید، یک بار در همین آدرس باز بکنید، اگر فایل آفلاینی هم داشت بهش معرفی کنید و اون رو ذخیره بکنید. این کار باعث میشه که آدرس این ترانزیشن و تمامی فوتج ها و متریالی که داخلش طراحی شده و استفاده شده درون مسیر ویندوز شما ذخیره بشه. اینجوری دیگه هر زمان این فایل رو هر قسمتی از ویندوز خودتون و در هر پروژه و هاردی که باز بکنید، به هیچ عنوان فایل آفلاین داخلش نخواهد داشت. این مورد رو حتما بهش توجه بکنید. همونطور که می‌بینید ما الان یک پوشه در اختیار داریم تحت همین اسم. این پروژه‌ای که الان ما اینجا وارد کردیم داخل این پوشه هست، رزولوشنش 1920x1080 هستش که در واقع دقیقاً مطابق با سکانسی هستش که من دارم داخل اون فیلمم رو تدوین می‌کنم. وارد تایملاین میشم. سیکونس ستینگ رو میزنم. ببینید 1920x1080. پس اولین چیزی که مهم هستش رزولوشن سکانسی که میخواید فیلم رو ادیت بکنید با رزولوشن ترانزیشن هندی که ایمپورت میکنید برابر بشه. بعد از ایمپورت دوستان چه اتفاقی افتاد؟ ببینید تک تک این پروژه‌ای که اینجا شرکت سازنده در اختیار شما قرار داده، داخل تمام اینها از تمامی محتویات پوشه فوتج استفاده کرده. یعنی تمامی این سوندها، فوتج‌ها و هر چیزی که هست، همه اینها داخل این در واقع پروژه استفاده شده. شما وقتی که یه دونه از اینا رو وارد میکنید، تمامی محتویات فوتج الان وارد پروژه شما شده. شما حالا میتونید از این در واقع ترانزیشن ها استفاده بکنید. اما توجه داشته باشید به محض اینکه این پروژه رو ببندید و یک پروژه جدید باز بکنید برای استفاده از ترانزیشن هندی، مجدد باید اون رو در این قسمت وارد بکنید. حالا بریم ببینیم که چطور میتونیم این پانل رو مدیریت بکنیم. ببینید دوستان، شما وقتی که روی یک پوشه در پریمیر 2018 دبل کلیک بکنید، الان من داخل پانل پروژکت هستم. به محض اینکه روی این دبل کلیک میکنم، پانل پروژکت من تبدیل شد به اسم HD Full HD. اینجا یه دکمه بک دارم. مجدد برمیگردم عقب. اجازه بدید پانل افکت رو بذارم در این قسمت. ببینید
این در واقع دبل کلیکی که شما دارید انجام میدید در تنظیمات پریمیر قابل تنظیم هستش. امکان داره شما وقتی که روی فولدر فول اچ دی دبل کلیک بکنید به این شکل باز نشه، یعنی وقتی که روش دبل کلیک میکنید به صورت یک پانل معلق دیده بشه. ما دنبال این هستیم که این پانل رو جدا بکنیم. الان ببینید ما پانل پروژکتمون سر جاش هستش، اونی که اینجا داشتیم. شما وقتی که به صورت پانل معلق اون رو دیدید کافیه روی اسم اون کلیک بکنید، موس رو نگه دارید بکشید و این پانل رو به دیواره سمت چپ بچسبونید. الان اتفاقی که میفته چی هستش؟ ما یه دونه همون پوشه اصلیمون رو داریم. من اجازه بدید اینجا روش کلیک کنم، اسمش رو بذارم هندی. پانل پروژکتمون هست، در کنار پانل پروژکتمون یه پانل دیگه به اسم هندی اضافه شد. من این رو میبندم. اما اگر تنظیمات پریمیر شما به گونه‌ای هستش که وقتی که روی هندی دبل کلیک میکنید مستقیم وارد پوشه هندی میشه و دسترسی به اون پانل معلق ندارید، کاری که میکنید دکمه Alt رو روی صفحه کلید نگه دارید. بعد از اینکه دکمه Alt رو نگه داشتید روی پوشه هندی دبل کلیک بکنید. حالا همونطور که می‌بینید پوشه هندی در یک تب جدا باز شد. یعنی شما الان پانل پروژکتتون رو دارید که می‌خواید فیلم‌ها، موزیکا و در واقع کلی اطلاعات خودتون رو مدیریت بکنید، در کنارش پانل هندی رو هم دارید. مجدد روی اسم پانل هندی من کلیک می‌کنم، اون رو میارم به دیواره سمت چپ یکی از پنجره‌ها می‌چسبونم. چرا من دارم این کارو می‌کنم؟ برای اینکه هر زمان خواستید بتونید به راحتی از ترانزیشن‌های هندی استفاده بکنید، چون که پانل پروژکت رو شما 100% نیاز دارید. می‌خواید داخلش موزیک و عکس و فیلم بیارید و کارتون رو ادیت بکنید. دیگه خیالتون راحته که اینجا یک پانل تحت عنوان پانل هندی دارید، در کنارش پانل افکت رو دارید و افکت کنترل. و می‌تونید کارتون رو به سادگی هر چه تمام مدیریت بکنید. ببینید دوستان، با پوشه اول کاری نداریم. پوشه اول یک سری اطلاعاتی که مربوط به ساختار ترانزیشن‌های هندی هست داخلش قرار داره. سایر دستی‌بندی ها در واقع ترانزیشن هایی هستش که شما میتونید ازش استفاده بکنید که در 13 دستی‌بندی در اختیار شما قرار گرفته. هر کدوم از اینها یک اسم داره، همونطور که میبینید زوم، پن، گلیچ، وارپ، فید، موشن یا هر چیز دیگه. شما با این 13 دستی‌بندی باید آشنا بشید، اسما و معانی اون رو به خاطر بسپارید که بتونید هر دفعه به سادگی ازش استفاده بکنید. حالا وقتی که به عنوان مثال من وارد پوشه زوم بشم، داخل پوشه زوم همونطوری که می‌بینید الان نوشته شده handy/zoom. داخل پوشه زوم مجدد اومده 7 تا دسته‌بندی برای من قرار داده. حالا شما میتونید وارد هر کدومش که دوست دارید بشید. وارد هر کدوم که بشید این علامت سکانس رو که مشاهده کردید، این در واقع میشه همون سکانس نهایی که به صورت ترانزیشن میتونید ازش استفاده بکنید. اینجا یک دکمه داریم، حالت مانیتور هست و یه دکمه خطچین. اگر روی خطچین بزنید ترانزیشن ها به صورت لیست نمایش داده میشن و در واقع جابجایی بین اونها راحت‌تر میشه. دکمه بک رو میزنم، ببینید این ترانزیشن هندی هستش. وارد هندی که بشید اینجا به صورت لیست میتونید همه رو ببینید. به عنوان مثال فلش گلیچ رو باز میکنم، گلیچ 7 تا 8 تا دستبندی داره. تی وی رو باز میکنم، اینجا میرسیم به سکانس ها. اینها ترانزیشن هایی هستش که شما میتونید ازش استفاده بکنید، اینهایی که علامت سکانس داره. برای اینکه بتونید پریویو و در واقع نوع جلوه‌ای که طراحی شده رو ببینید و انتخاب بکنید، باید در حالت مانیتور قرار بگیرید. در حالت مانیتور من وارد فلرز میشم، یکی از دستبندی‌هاش رو انتخاب میکنم، به عنوان مثال لایت. به علامت های سکانس که رسیدید شما فقط کافیه موس رو روی هر کدوم که خواستید نگه دارید، بدون اینکه کلیک بکنید موس رو به چپ یا راست حرکت بدید. همونطور که میبینید جلوه‌ای که براتون طراحی شده رو اینجا میتونید مشاهده بکنید. برمیگردم عقب، میرم داخل پوشه گلیچ، یکی از دستبندی های گلیچ رو انتخاب میکنم. ببینید نیاز به کلیک نداره، فقط موس رو روی هر کدوم که خواستید به چپ و راست حرکت بدید. حالا میریم سراغ این که چطور از این ترانزیشن ها استفاده بکنیم و این ترانزیشن ها چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میدن. تایملاین رو کمی بزرگتر میکنم. ما الان یک کات اینجا در اختیار داریم. به عنوان مثال این قسمت. قبل از هر چیز برای اینکه موستون بتونه اینجا خیلی خوب اسنپ بکنه و بین برش ها بچسبه، اینجا دکمه آهنربا رو در حالت آبی قرار بدید.
ببینید من به عنوان مثال در بین این کات هم میخوام یکی از ترانزیشن ها رو قرار بدم. ببینید که چیکار باید بکنیم. میام در قسمت زوم ها در دستبندی اول به عنوان مثال این رو انتخاب میکنم. یه توضیح بدم خدمتون. اول روش دبل کلیک میکنم میرم داخلش. ببینید دوستان این سکانس ما همونطور که میبینید چند تا لایه برش خورده داره. یک لایه داره که دمو هست، همونطور که میبینید MP4. این همین دموی هستش که اینجا دارید اون رو مشاهده میکنید. و یک لایه صدا. ما داریم در واقع این سکانس رو میاریم در تایملاین خودمون روی کات خودمون قرار میدیم. من این رو میارم پایین. ببینید به صورت ناقص میاد، فقط دموش میاد. روی یکی از این سکانس ها کلیک بکنید. در این قسمت حداقل 4 تا ترک ویدیو رو روشن بکنید و 3 تا هم ترک صدا. چون که در واقع اینها اطلاعات لایه بندی شده زیادی داخلشون هست، اینها رو به صورت کامل روشن بکنید که اطلاعات به صورت کامل داخل تایملاین شما قرار بگیره. حالا یک بار دیگه این رو وارد میکنم. ببینید دو تا لایه تصویر داشت، یک لایه صدا، همونطوری که ببینید همش وارد شد. الان داره به صورت لایه لایه وارد میشه. من اینا رو پاک میکنم. یک دکمه اینجا داریم علامت سکانسه که الان سفید بود، روش یک بار کلیک میکنم تا آبی بشه، روش یک خط میخوره. الان که این سکانس رو در واقع من بستم، ببینید وقتی که این رو وارد میکنم همونطور که میبینید به صورت یک سکانس وارد میشه، یعنی تمامی اون لایه ها و اطلاعات داخل این. الان روش اگر دبل کلیک بکنید میتونید محتویات داخلش رو ببینید. پس کار مهمی که باید درون تایملاین انجام بدید این هستش که این دکمه رو روی حالت سفید خودش قرار بدید، دکمه سکانس رو، تا وقتی که یه دونه از این لایه ها رو میارید پایین باعث بشه که لایه ها به صورت باز و لایه لایه درون این تایملاین قرار بگیرن، نه به صورت سکانس. حالا میارم، میبینید لایه ها به صورت کامل اومدن. پس حتما دو سه تا از این در واقع صداها و تصویرها رو هم روشن بکنید که لایه ها به صورت کامل بیان و به صورت ناقص وارد نشه. ببینید بچه ها، شما وقتی که یک ترانزیشن رو میارید یک خط برش در لایه بالایی داره. این در واقع همون خطی هستش که باید مطابق با خط برش شما باشه. دکمه شیفت رو نگه دارید تا بتونید لایه ها و صدا رو همزمان انتخاب بکنید. شیفت رو رها میکنم و حالا میکشم اون رو دقیقا روی خط خودم قرار میدم. ببینید دوستان، یک سری از این ترانزیشن ها که ازشون استفاده میکنید یک دموی ویدیویی دارن. این دموی ویدیویی رو باید شما اینجا انتخاب بکنید و حذفش بکنید. این خط برش هم اینجا باشه که در واقع محل تبدیل دوتا تصویر به هم دیگه هستش. حالا کارو پلی میکنم ببینید. میتونید اصلا کاری بکنید که این دمو وارد نشه که نیاز به حذف کردنش باشه. چطور؟ اینها رو پاک میکنم. در زیر دکمه سینک V1 رو خاموش بکنید. ببینید من روی این زوم دبل کلیک میکنم. اینجا داخل لایه V1 داخل طراحی ترانزیشن زوم V1 یک دمو گذاشته شده. من میتونم بگم V1 رو برای من خاموش کن. یعنی در این قسمت من اگر V1 رو خاموش بکنم، حالا که زوم رو بیارم همونطوری که میبینید ترک V1 داخل این سکانس نیست. در قسمت A2 صدا بود. درسته؟ من این رو پاک میکنم. میگم A2 رو هم برای من وارد نکن از سکانسی که دارم وارد میکنم. ببینید صداش نیامد. میرم داخل زوم، میگم V2 یعنی این بخش ترانزیشن هم برای من وارد نکن. میام اینجا V2 رو هم خاموش میکنم. حالا نگاه کنید وقتی ترانزیشن رو میریم اصلا هیچی نمیاد. پس در واقع این دکمه زیر سکانس هم روشن و خاموش بودنش داره به در واقع برنامه این فرمان رو میده که وقتی یک سکانس رو وارد میکنیم کدوم ها فعال بشه. در طراحی این ترانزیشن ها تمامی دموها در ترک V1 قرار گرفته. پس شما اگر V1 رو خاموش بکنید خیالتون راحته که اگر این ترانزیشن دموی هم داره دموش وارد تایملاین شما نمیشه. و سعی کنید در این قسمت دکمه های سینک رو هم همه رو حتما خاموش بذارید تا لایه شما رو به جلو حرکت نکنن. اینم سوالی هستش که خیلی از بچه‌ها از من میپرسن. میرم سراغ کات بعد، برمیگردم وارد گلیچ ها میشم، از یکی از دستبندی هاش یه دونه رو انتخاب میکنم به عنوان مثال این. ببینید دوستان، پس فراموش نشه،
روی ویدیویتون که کلیک کردید سعی کنید چند تا از این لایه‌ها رو روشن بذارید. اگر آوردید پایین یکی از ترانزیشن ها رو و دیدید که لایه‌ها ناقص اومده یا صداش هم راهش نیومده، بهتره که اینا رو روشن کنید تا این مشکلاتتون برطرف بشه. دکمه سکانس هم در حالت سفید خودش قرار دادم. حالا این رو میارم پایین و رها نمی‌کنم. جابجا می‌کنم تا خط برش رو پیدا بکنم. الان خط برش در لایه بالا مشخصه. پس جابجا می‌کنم تا خط برش رو دقیقاً روی خط زمان خودم قرار بدم. قبلش هم خط زمان خودم رو دقیقاً گذاشتم روی خط برش. اگر خطایی پیش اومد یادتون نره دکمه شیفت رو نگه دارید، صدا و تصویر رو با هم انتخاب بکنید و اون رو جابجا بکنید و روی خط برش قرار بدید. فایل MP4 که در واقع دموی همین موتور هست باید دیلیت بشه. حالا میتونید جلوه رو روی فیلم خودتون ببینید. یه نکته هم خدمت دوستان بگم، اگر صدای ترانزیشن کم بود و ضعیف بود، در این قسمت روی صدا کلیک راست بکنید، دکمه آودیو گین رو بزنید، گزینه اول رو انتخاب بکنید و عدد 0 رو بذارید روی 20، 30 یا هر عدد دیگه تا شدت صدای ترانزیشن رو بتونید کم و زیاد بکنید و متناسب با فیلمتون رو تنظیم بکنید. فقط یک نکته رو خدمت دوستان توضیح بدم، همینطور که دیدید یک سری از این ترانزیشن ها وقتی که وارد میشه با یک خط بریده شده مرکز ترانزیشن رو به شما نشون میده. یک سری از ترانزیشن ها و سکانس بندی ها هستن که این خط برش رو ندارن و با یک مارکر روی یکی از لایه ها این موضوع رو برای شما مشخص میکنه که اگر حالا در بین ترانزیشن ها کار بکنید حتما به این موضوع برمیخورید. یک ترانزیشن دیگر رو میارم. دمو حذف. پس نکاتی که باید بهش توجه بکنید، یک مورد این هستش که خط وسط رو رعایت بکنید که دقیقا روی کاتتون باشه. اگر خواستید ترانزیشن رو جابجا بکنید با دکمه شیفت تمامی اطلاعات همینطور صدا رو نگه دارید بعد جابجا بکنید. دمو رو در این قسمت حذف بکنید. اگر همین دکمه خاموش باشه که یک مقدار کار براتون سخت میشه. یه بار دیگه تست بکنید. من این رو الان میارم روی این کات میذارم. حالا دکمه سکانس رو خاموش میکنم. مجدد اینو میارم میذارم اینجا. همونطوری که میبینید به صورت یک سکانس وارد میشه. باید برم داخلش دمو رو حذف بکنم. وقتی که برمیگردم چیزی نمیبینم. تنها راهش اینه که بیام این قسمت و این قسمت رو ببرم، با شیفت انتخاب کنم، کپی ازش بگیرم، برم داخل و درون این لایه پیست بکنم جای اون دمو که در واقع باعث میشه یه سری تنظیمات و چیزهای مختلفش به هم بخوره و این هم حذف بکنم. به این شکل هم میشه استفاده کرد ولی خیلی سخته. این دکمه رو در حالت آبی بذارید تا به صورت لایه باز بتونید بیارید. و یک مدل دیگه ترانزیشن هم که در اینجا وجود داره در قسمت موشن ها هستش و حالا چیزهای شبیه این. ببینید دوستان، جلوه هایی هستش که حالت ترانزیشن نداره. ببینید فقط اومده یک سری حرکات دوربین رو شبیه سازی کرده. یعنی شما از یک سری از جلوه هایی که داخل هندی طراحی شده قرار نیست به صورت ترانزیشن استفاده بکنید، بلکه به صورت یک جلوه روی فیلم شما قرار میگیره. 3D رو ببینید. یک حرکتی هستش که برای دوربین طراحی شده. حالا دوستان ببینید، اینجا که ما الان در واقع افکت گلیچ رو استفاده کردیم، همونطوری که می‌دیدین در واقع اطلاعات به صورت کامل توسط خود امکانات داخلی پریمیر طراحی شده. اما در قسمت فلر که بیاید، در قسمت لایت ها، من یه دونه از این ترانزیشن ها رو میارم پایین. اگر زوم بکنید همونطوری که میبینید یک مارکر اینجا داره. این مارکر همون مارکر در واقع خط میانی ترانزیشن هستش که خدمتون توضیح دادم. مارکر رو باید مطابق با خط برشتون قرار بدید تا این ترانزیشن عمل بکنه. و مورد دیگه ای هم که هست، روی لایه اول اون اگر دبل کلیک بکنید به صورت نسته. داخلش همونطوری که می‌بینید از فوتج ها استفاده شده. من الان کلیک راست میکنم در این قسمت، گزینه اکسپلورر رو میزنم. ببینید بچه‌ها، بعد همه فوتج های آماده در طراحی این استفاده کرد. حواستون به این مارکرها و همینطور به این خطوط برش باشه که در واقع این خطوط برش باید دقیقاً روی خط برش شما قرار بگیره. این دکمه هم خیلی مهمه که حتما اون رو روشن بکنید تا در استفاده از ترانزیشن به مشکل بر نخورید.
خب دوستان، حالا برمیگردیم به این که من برای چی تاکید داشتم که این ترانزیشن رو در مسیر پریست خودتون کپی بکنید. به خاطر این بودش که هر بار که میخواید یک پروژه رو باز بکنید و در واقع ترانزیشن هندی رو ایمپورت بکنید، دیگه هر دفعه دنبالش نگردید. بدونید که این ترانزیشن در پوشه پریست های خود نرم افزار پریمیر هست، به راحتی بهش دسترسی داشته باشید. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده لازم رو ببرید. موفق باشید.